چما دندگ تقوالار بار адвокати дастгир шуда дар санаи 11 март Айман Умарова ба радиои Озодӣ хабар додааст ки нисбати ҳимоятгари ҳуқуқи мустақил Серикжан Билаш, раиси иттиҳоди Атажурт Эрик Тиллери аз тарафи хадамотҳои махсус фишорорӣ ба вуқӯъ пайвастааст. Хонум Умарова мегӯяд ки ҳарчанд ӯ огоҳинома ирсол карда бошад ҳам ӯро ба назди ҳимояшавандааш дертар дароварданд. خانم عمروه میگوید که بیلاش را مجبور میکنند تا اینکه با مقصدی به عیب اقرار شدن نام برده ادوکاتی دولتی را انتخاب نماید. حالا سریک جان بیلاش در حبس خانگی قرار دارد و با برانگیختن کینه و عداوت بین نژادی عیبدار دانسته می شود. سنه 11 مارس سال جاری پراکوراتور شهری آستانه بیانات داده است که بیلاش به طور عمومی به جهاد دعوت کرده است. یادرس میکنیم که اتحادیه اتاجورت اریک تیلری رئیسش سریک جان بیلاش می باشد. از سال 2017 اینجانب فعالیت کرده می آید و با حل معمای تعقیب مردم مسلمانان شینجان اینچنین مردم قزاق مشهور می باشد. با عقیده متخصص آید حقوق انسان در قزاقستان اندری گریشین، اعلان نمودن عیب نسبت بیلاش این برای شخصانی که اعتبار را به معمای زیرین جلب می نماید آگاهی است. احتمال است که این کارها بنابر فشاراری چین کرده شده است یا اینکه همچون رعایت قانون نمایش داده شده است. ولی یک چیز عیان است، قرار به طور تعجیل قبول کرده شده است، می گوید گریشین. متخصص تشکیلات بین المللی امنستی انترنشنال پاتریک پون در مصاحبه به هفته‌نامه بریتانیایی تلگراف اندیشه خود را اظهار نموده است که حکومت قزاقستان با مقصد بچین پیسان آمدن کوشش کرده ایستاده است. موسیقی